به ادامه برنامه به طور زنده و مستقیم پخش میشه، در خدمت شما هستیم. اما مهمانی داریم با خود، جوان مستعد جناب آقای عبدالصابر امینی، مؤثر مقطع ماستری پنزه شریعت با ما هستن. عنوانی هم که انتخاب کردن که بحث بکنیم راجع به غفلت و تنبلی هست. متاسفانه بعضی وقتا در بعضی امور میبینیم که بعضی از عزیزان ما بسیار غفلت میکنن و سستی و تنبلی رو به کار میدن، اما از بعد دیگر نگاه بکنیم این سستی و تنبلی میتونه پیامدهای بسیار بدی رو در تمام امور زندگی ما وجود بیاره. حالا بحث اگر در قسمت درس خواندن دانشجویان عزیز و همچنین محصلین که هسته بیشتر کوشش بکنیم که غفلت و تنبلی نداشته باشیم. بیشتر این موضوع صحبت میکنیم. آقای امینی خوش آمدید، از شما بخیر باشه. تشکر بسیار زیاد. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریمی خطابخش پوزش پذیر. سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون اصلاح. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما قرار دارم. انشالله که بتونم در فرصت که به سپرده شده مطالب مفید راجع به راه های علاج سستی و تنبلی برای دوست عزیز بیان کنم. بسیار عالی. از همین سستی و تنبلی موضوعی بسیار خوب انتخاب کردین که واقعا در جامعه دیده میشه. اگر از بعد دینی به موضوع نگاه بکنین که در این قسمت اسلام عزیز و همچنین قرآن و حدیث چه دستورات داده؟ بله، طبعا خود دین اسلام بیزار از کسیه که سست و تنبل باشه و در آیات و در احادیث زیاد آمده و نگویش شده و افراد در تلنگر داده و هشدار داده که باید از حالت تنبلی و سستی بیرون آیند. چنانچه در سوره آل عمران در آیت 339 خدا متعال میفرماد ولا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی سست نشوید و غمگین نشوید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید. حالا در اینجا اول آمده ولا تهینوا ولا تحزنوا، یعنی شما سست نشیم، به صراحت آمده و نهی کرده به نوعی که از سستی و از تنبلی بیرون بیاییم. شما وقت مسلمانیم نباید سست و تنبل باشیم و باید قوی باشیم و با اراده حرکت کنیم. و همچنان در حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف، یعنی مسلمان قوی، مسلمانی که نیرومند باشه، او در نزد الله متعال بهتر و پسندیده‌تر است از نسبت مسلمانی که ضعیف باشه. طوری که بخشین اشاره زیاد داشتین، بحث قوی بودن و ضعیف بودن در اینجا آمد، اما بعضی وقتا شاید طرف از نظر جسمانی و نیرومندی خیلی قوی هم باشه اما همون غفلت تنبلی رو پیشه بگیره و قوی در اینجا هدف از همون خود سخن رسول علیه السلام کسی است که تنبلی نداشته باشه. بله بله، تنبلی از وجود از خالی باشه و خود خور به غفلت مواجه نسازه، بلکه همو غفلت و تنبلی را از خود بکشه و قوی باشه، هم در اراده و هم در نیت و در عمل کرده که داره باید قوی باشه. خب اگر شخصی که به سستی و تنبلی تن میده چی اضراری میتونه که شامل حال اون نفر بشه؟ بله، مشخصه که تنبلی هم در دین و هم در دنیای شخص ضرر وارد میکنه. مثلا وقتی ما ببینیم فرد تنبله از هم اهداف که به خود تعیین میکنه که قبلا اهداف تعیین کرده که به سوی موفقیت های بلند دست بیابه، میبینیم وقتی که تنبله و فرد این تنبله به خود را میده از او اهداف باز میمونه و این مانعی میشه برای رسیدن به اهداف بلند. و در از لحاظ دینی یا مسائل دینی اگر ما بسنجیم، میبینیم که فرد اگه تنبل باشه نمیتونه به درستی هم عبادات که به او مأمور شده و به او امر شده اونا به شکل درستی و به شکل صحیح انجام بده، بلکه به صورت خیلی کسالت و تنبلی متاسفانه که انجام میده و این باعث میشه که هم از اهداف بلند هم در دنیا و هم در آخرت باز بمونه. و دیگه ای که همه سستی و تنبلی از مقصر انسان میره بایه، یعنی فرد بی از هدفی که داره او به دور میسازه و این باعث میشه که عزمی که داره سست بشه و در مقابل نکاتی که قبلا مد نظر گرفته و از اونا غافل بشه و نرسه به اهداف بلند خود. و همچنان باعث بر فراموشی اهداف میشه و فرد باعث میشه که از اهدافی که داره فراموش بشه. و یک نکته ضرر دیگه که کلی به فرد میرسه اینه که همو اطمینان به نفس یا اعتماد به نفس که داره دست میده متاسفانه. و فرد وقتی که دوچار تنبلی و دوچار غفلت شد، این با خود فکر میکنه که واقعا از روی کدام کاری بر نمیآید و این در حقیقت ضربه بسیار بلندی بر وجود از او، بر زندگی از او میرسونه و از همو نکات خط سیری که ای به پیش خود ترسیم کرده از او خط سیر باز میمونه.
بسیاری با مطالعه درست از بزرگان دین اگر نگاه بله. بکنیم حتی خود پیامبر علیه الصلاه و السلام چقدر ما میتونیم که واقعا الگوبرداری بکنیم و همین اهداف خود که تعیین میکنیم به طرف یک زندگی موفق بریم که تنبلی در اون نباشه. بله ما اگر زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلام و صحابه کرام را اگر ما به دقت مطالعه کنیم و سیرت بزرگواران مطالعه کنیم میبینیم سراسر زندگی از اون نشاط پر از نشاط و فعالیت بود و وقتی ما ادعا میکنیم قدوه یا الگوی ما پیامبر صلی الله علیه و سلام و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلام که همون صحابه کرام هست ما وقت متوجه این امر میشیم که اونا خیلی فعال بودن و هیچگاه تنبلی و سستی به خود راه نمیدادن و باید ما من حیث یک مسلمان من حیث کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلام به یارانشان را من حیث الگو و قدوه برای خود قرار دادیم باید ما از زندگی نامه از اون درس بگیریم و همو نشاطت و فعال بودن از اونا باید بیاموزیم و هیچگاه نباید ما سست و تنبل بشیم. بسیاری یکی دیگه هم شاید از جمله علایم همین تنبلی و سستی و غفلتی باشه که کار امروز رو به فردا گذاشتن که همیشه بعضی وقتا میبینیم بعضی دوستایی کار رو انجام بدن بله. به نظر شما همین کار امروز به فردا و فرداهای گذاشتن این چقدر میتونه که باعث بشه که همین تنبلی کلا به وجود بیاد و در زندگی ما نتونه ما موفقیت از اون خود بکنیم؟ دقیقاً یکی از راههایی که فرد تنبل میسازه اینه که قاب از امو وظیفه‌ای که به او سپرده شده که امروز باید انجام بده او میگه پیگوشی رد میکنه و میگه که باشه که لحظه دیگر ای باعث میشه که همون روز نتونه انجام بده و یا اگر انجام بده خیلی با یک حالت خیلی کسالت و یک حالت سستی انجام میده و ای کار امروز رو میگن نباید به فردا آدم بگذاری وقتی که بگذاری طبعا همو باعث میشه که تنبلی و کسالت سراسر وجود رو میگیره. به نظر شما چقدر باید در خانواده ها کار بشه و چقدر روی فرزندانشان کار بکنن که در آینده جوانی داشته باشن که او به اصطلاح تنبل نباشه و حتی سستی و کسالت رو به خود نگیره؟ بله مهمترین چیزی که در یک فامیل رونما میشه و باید متوجه باشن اینه که خود اما بزرگان فامیل به شمول پدر مادر که نقش اساسی رو بازی میکنه و کلان خانواده باید خود فعال باشه و در عمل این فعال بودن را پیاده بکنه. بله مثلا اگر در قسمت عبادات بگیریم باید همو کلان خانواده که عبارت از پدر یا برادر کلان باشه عملا میره به سوی عبادت مثلا مسجد میره نماز میخونه همین نشانه ای از فعال بودن و نشاط بودنه و همچنان اگر در صبح وقت مثلا برمیخیزه و ورزش میکنه ورزش صبحگاهی ای باعث میشه که اولاد و همون کسایی که در تحت سرپرستی از قرار داره از او الگو برداری بکنن و همچون پدر یا همچون فرد که فرد اول خانواده اینا فعال باشن و تنبلیر از خود دور بکنن و به همین جهت یک نقش بسیار اساسی والدین در قسمت ببارا قوی بودن فرزندان و در قسمت یکی سستی و تنبلیر از فرزندان خود دور بکنن خیلی نقش مهم برای زندگی دارن. حالا راه های علاج اگر نگاه بکنیم چه چیزها میتونه که شخصی که واقعا به تنبلی عادت کرد بنویم چگونه ای را از این حالت بیرون بکشیم باید و خودش چقدر باید عزم قوی داشته باشه که از این حالت بیرون بشه؟ بله قبل از پرداختن به این سوال من خواستم اول انگیزه یا علتی که من این موضوع انتخاب کردم چیزی کلمه بگم که چون روزهای رخصتی و روزهایی که همه اکثرا مخصوصا جوانها به خانه و بیرون نمیشن و به می خاطر طبعا این تنبلی و کسالت رو به بار میاره و خوبه که از نکات گفته میشه استفاده کنن تا تنبلی دور بشه. یکی از دلایلی که من انتخاب کردم همین بود به خاطر همین حالت قرنطینه یا حالتی که در خانه از راه های معالجه یا راه های علاج همین سستی و تنبلی یکی اینه که فرد باید خود رو مسئول بدونه از عواقب همین تنبلی و سستی به نوعی فرد باید از نتایج بعدی که شامل حال میشه و خود خود آگاه بسازه که اگر من فعال باشم و اگر من قوی باشم همو جاهای یا اهداف بلندتر نصیب میشه و میتونم با من اهداف خود من دست پیدا کنم اهداف خود و اگر تنبل بشه و ای به خود ای انگیزه را بده که من تنبل و سستم ای باعث میشه که از زندگی خواه عقب بمانه. پس اولین راه علاج اینه که باید نفر خود را مسئول بدانه و از عواقب بعد که تنبلی شامل حال شامل فراگیر زندگی میشه باید خود را آگاه بدانه. دومین راه علاج اینه که علما میفرمایند یکی از راه های مهم یا راه علاج مهم همین تنبلی سستی حفظ قرآن کریمه. وقت ما زندگی نامه قراء و قاری صاحبان ما وقت متوجه بشیم ببینیم که وقتی که قرآن شریف حفظ کرد واقعا
در آوان حفظ کردن از وقتی ما متوجه بشیم میبینیم که حافظه یزی خیلی واقعا فعال شده و همو حالت جذب که در مغز از او هست واقعا فعال شده و یکی از نکات راه علاج همه تنبلی و سستی حفظ قرآن کریمه. نکته بعدی یا راه بعدی حفظ کردن احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما بعد از اینکه قرآن کریم حفظ کردیم الله تعالی توفیق داد، خوبه که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را حفظ بکنیم تا حد توان و تا باشه که مغز و جسم ما فعال بشه. و همچنان نکته مهم راه مهم دیگر عبارت از ورزشه، مخصوصا در صبح وقتی فرد از خواب میخیزه و نماز صبح ادا میکنه و تلاوت میکنه، بعد خوبه که این عادت به خود را بده که ورزش بکنه و وقتی ورزش کرد طبعا وجودی و فعاله و همون روز سر تا سر روز از او ای باعث میشه که تمام روز از او حالت فعال بگذرانه و هیچگاه تنبلی در وجود خود راه نده. دیگه که یک دیگر از نکته های راه های علاج تنبلی سستی اینه که فرد یک رشته تحصیلی ادامه میده میخونه، مثلا رشته اگر از علوم دینی بگیره رشته حدیث رو میخونه به نحو به او خسته کن میشه، خوبه که او از رشته خود انتقال بده رشته بعدی، مثلا به رشته تفسیر شرف بره. اگر فرد میره مدت کتب تفسیر دنبال میکنه ای به خود احساس میکنه که خسته کن شد تقریبا به او، ای خوبه که تنوع به وجود بیاره و از تفسیر بگذره مثلا به بخش حدیث و دیگه کتاب های مفید مطالعه کنه. یک دیگر از راه های علاج سستی و تنبلی استفاده کردن از میتود های جدید و روش های جدید تحصیلیه که این مربوط قشر تحصیل کرده میشه، که خوبه که اگر ما قبلا عادت داشتیم بر میتود روش قدیمی، خوبه که برای تنوع و برای که زودتر جذب کنیم و از عضلات سستی و تنبلی بیرونیم از روش های جدید و از روش های خوب استفاده کنیم تا تنبلی از وجود ما دور بشه. دیگه همچنان گفته شده یک از راه های علاج تنبلی مطالعه کردن کتبی که عزم و همت انسان بالا میبره و همچنان مطالعه کردن زندگی نامه های افراد که موفقن، افرادی که میبینیم سراسر زندگی از اینا با موفقیت سپری شده. خوبه که ما اگر خدا نخواسته تنبلی در وجود ما هست بریم زندگی نامه از اونا رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چگونه اینا به می موفقیت که حالا دارن اینا دست یافتن. طبعا وقتی ما مطالعه کردیم میبینیم که اینا کلن زندگی از اینا سراسر پر از فعالیت بوده و هیچگاه تنبلی به خود راه ندادن. نکته بعدی مطالعه کردن زندگی نامه های افراد ثروتمند که ما اگر خواسته باشیم ثروت نصیب ما باشه یا ثروتمند بشیم، خوبه که زندگی نامه افراد مشهوره که ثروتمند شدن این رو مطالعه بکنیم، از تجاربی که اینا دارن و از نکاتی که اینا به زندگی خود پیاده کردن خوبه که از اون استفاده بکنیم تا باشه ما به مو هدف که داریم یا به ثروتی که میخواییم به دست بیاریم دست پیدا کنیم. نکته بعدی علما گفتن که همنشینی با اهل علم و اهل فن هم ای باعث میشه که ما را از حالت سستی و تنبلی بدر کنه و وقتی ما طبعا جای وجود داریم که اهل تخصص و اهل علم و اهل فن وجود داره، خوبه که بریم با اونا همنشین بشیم و از فن که دارن بیاموزیم و از علمی که دارن مستفید بشیم و طبعا که نشست و برخاست با این افراد یک تأثیر بسیار بزرگی در زندگی ما قرار میده. نکته بعدی یا راه بعدی انتخاب کردن دوستان فعال و دوستانی که واقعا زندگی از اونا پر از فعالیته، زیرا چون که انسان موجوده که از همنشین خود متاثر میشه و از هم نوعان خود متاثر میشه، خوبه که افرادی که در اطراف از او قرار داره مخصوصا دوستانی که داره، اگر دوستان تنبل در اطراف از او هست یا خدا نخواسته دوستان سست و ضعیفی در کنار از او قرار دارن، خوبه که دوستان کمی از خود دور بکنه و به جای به عوض از اینا دوستان فعال و دوستانی که با برنامه و دوستانی که با هدف اون انتخاب بکنه تا باشه که زندگی این فردم همانند زندگی اونها فعال بشه. نکته بعدی یا راه بعدی مطالعه کردن کتبی که بر فضایل علم اشاره داره، یعنی کتبی که فضیلت علم میرسونه، خوبه که مطالعه بشه تا یک انگیزه ای به او وجود بیاد که همیشه با کتاب سر و کار داشته باشه و همیشه دنبال علم بگرده. دیگه همچنان فردی که تنبلی یا سستی دامنگیر از او شده، خوبه که اقدام برای به وجود آوری یک کتابخانه مجلل و کتابخانه غنی بکنه و همو در حد توان کتابخانه خود درست بکنه در خانه در موقعیتی که زندگی میکنه تا باشه که با همو آماده سازی کتاب ها و با مرتب کردن کتاب ها
یک انگیزه قوی در زندگی زو به وجود بیاره. همچنان با دانش آموزان که جدی و با دانش آموزان که با عزم و ارادن خوبه که همیار باشه و دوست اینا رو دوست انتخاب بکنه تا از اونا متاثر بشه و زندگی دور از سستی و تنبلی داشته باشه. و فرد که تنبلی و سستی دامنگیر شده باید جستجو کنه اسباب و عواملی که سستی در وجود او وجود آورده. این نکته خیلی مهمه که اول فرد باید به خود بیاندیشه و فکر کنه که چرا من تنبل شدم، چرا چی چیز باعث شده که من این تنبلی در وجود خود جا بدم. وقتی این سوالات را از خود بکنه، وقتی پرسش را از خود مطرح بکنه، پرسان بکنه، این در حقیقت همون مشکل ریشیابی میکنه. و وقتی مشکل ریشیابی کرد، خوبه که برای حل از او بپردازه و عملا اقدام بکنه. مثلا اگر در قسمت عبادات ایسوس تنبل شده و نمیتونه منحوی عبادات که مربوط از شده، مثلا نماز، این باید اول خیلی تحقیق بکنه که چرا من تنبل شدم، انگیزه چی بوده و دلیل چی بوده که من تنبل شدم. انگیزه دلیل پیدا. بله. و این باعث میشه که فرد قوی بشه و از حالت تنبلی بیرون بیاد. بله، بیرون بشه. دیگه اگر ما در خود عبادات هم دقت بکنیم، میبینیم که سراسر عبادات، عبادات مهمه که در اسلام آمده، همه به نحو نشاندنده یک فعالیته. یعنی بر علاوه که در عبادات مسئله تعبد و مسئله به خدا نزدیک شدن هست، مسئله همو دوری از تنبلی و قوی، بله، دوری بودن، دوری از تنبلی و قوی شدن هست. ما اگر در نماز به طور نمونه، اگر با نماز به خود نماز متوجه بشیم، میبینیم که در عمل این نماز اول قبل از نماز میبینیم وضو ساختن همین خود یک نوع فعالیته. وقتی فرد اقدام میکنه برای وضو بسازه، به نحو فرد تازه میشه و فعال میشه. دیگه که در خود رفتن به سوی مسجد یا رفتن به سوی جایی که میره نماز میخونه، حتی هم قدم برداشتن یک ورزش گفته میشه. اینو در شأن تنبل نیست. کسی که کار میکنه و کسی که نماز میخونه طبعا از غفلت دوری میکنه. بسیار عالی، توضیح بسیار خوبی داشتین. همکاران اشاره میکنم وقفه داریم، بعد از وقفه بحث ادامه میدیم با جناب آقای امینی، اما وقفه رو ببینیم و برگردیم. با سلام دوباره خدمت شما مهربانان و سپاس از همه شما که از ابتدای برنامه تا اینجا با ما بودید. ان شاء الله از داشته برنامه استفاده کرده باشید. سلامی هم خدمت بیننده های عزیز و گرامی که هم یکتون برنامه پیوستن هستیم با شما و بحث سستی و تنبلی هست که بحث را ادامه میدیم. جناب آقای امینی، جناب آقای امینی از این صحبت بکنیم که این تنبلی و سستی میتونه نشانه های چه اشخاصی باشه، چه کسانی باشه؟ بله، اگر از لحاظ از بعد دینی ما به این موضوع بپردازیم، میبینیم که خداوند متعال در قرآن شریف آماده و آورده که خود تنبلی و کسالت علامه یا نشانه منافقین است، مخصوصا در نماز گفته. اینجا خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. در اینجا در نکته آخر گفته شده که منافقین کسانی هستند که وقتی به نماز برمیخیزن و میخواهند که نماز بخوانن، خیلی به صورت تنبلی و صورت سستی نماز انجام میدن. پس یکی از نشانه هایی که الله متعال برای منافقین گفته شده، گفته و مخصوصا در نماز، اینه که هم منافقین کسانی هستند که تنبلن و اگر میخوان نماز را ادا بکنن، به صورت خیلی بی رغبتی و صورت تنبلی انجام میدن. برعکس خداوند متعال درباره خود ملائکه میفرماید که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. ملائکه کسانی هستند که صبح، شب و روز تسبیح و تعلیل خداوند متعال میکنن، انجام میدن و سست نمیشن. در اینجا حالا از این دو آیت خیلی واضح میشه، برای ما مشخصه که اگر ما به سست و تنبل نباشیم، اگر ما به فعال باشیم و قوی باشیم، همو مثل همانند ملائکه که خداوند متعال از او یادآوری کرده که منافقین ملائکه کسانی هستند که تسبیح و تعلیل خداوند را انجام میدن و تنبل نیستند. و برعکس اگر ما سستی و تنبلی کنیم در قسمت نماز و مسائل عبادتی، خدا نخواسته باز ما نشه که همو مستاق آیات قرآن کنیم که ما به زمره منافقین برین و منافقین همو کسانی بودن که در نماز
تنبلی میکردن. بله درست. بله خب اگر به این موضوع نگاه بکنید، از بود دینی اشاره‌ای داشتین، در کارهای روزمره هم ما نگاه بکنیم مشکلات ایجاد میشه وقتی ما اساسی تنبلی بکنیم. ببین برای جوانان اگر صحبت داشته باشیم، برای مؤثرین عزیز، چقدر باید تلاش بکنن که در درس‌های خود و کارهایی که مربوط اونا میشه تنبلی نکنن و تایی که در نمره خوب حتی از دانشگاه بگیرن؟ بله متاسفانه یک نکته‌ای که خیلی بارزه و این دامنگیر همه جوانان و قشر محصل متعلم هست اینه که متاسفانه دروسه که اینا روزمره در صنف یا مکان آموزشی که اینا انجا فرا میگیرن، اینا دروس همه میگذارن به شب امتحان و به نحوه درسای روزمره تکرار نمیکنن و این باعث میشه که وقت در شب امتحان شاید احیانا فرد مریض بشه و احیانا درس خوندن نتونن، دیگه مشکل پیش بشه و میبینیم که خدا نخواسته عواقب بد داره. وقتی نتیجه اعلان میشه یا وقت سر امتحان میره، اگر شب امتحان بیدار باشه خیلی به حالت کسالت، به حالت خیلی حالت یعنی سست تنبلی میره سر امتحان و وقتی نتیجه اعلان شد نتیجه خوب نمیگیره یا نتیجه غیر قابل قناعت از او حاصل نمیشه از او نتیجه. و به نحوه باید افرادی که مخصوصا جوانان، کسانی که محصلن، روزمره درسی که استاد به اونا داده میشه میده و درسی که اونا به اونا مربوط از اونا میشه باید درس خود بخونن و تعقیب بکنن، نباشه که همه چیز رو شب امتحان بگذارن که باز نشه که نمرات از اونا خوب بیرون نشه و این باعث بشه که عواقب بد داشته باشه. مثلا تشکر از شما آقای امینی. میخواین در اخیر پیام شما داشته باشین برای کسایی که شاید به نوعی تنبلی کنند، پیام شما برای چیه؟ درست تشکر سیار زد. پیام برای جوانان و دوستانی که محصلن مخصوصا میتونم به صورت عموم هم پیام بله صورت عموم خوبه که دوستان عزیز باید در هر کاری که اونا انجام میدن و در هر شغلی که هستن، فرق نمیکنه در قسمت تحصیلن یا در قسمت دیگه فن هنر دارن، خوبه که سستی و تنبلی نکنن و دنبال اهداف خوب بگردن و به خوبی وظیفه‌ای که اونا سپرده شده انجام بدن و غفلت نکنن و اگر غفلت کردن این باعث میشه که عواقب خوبی نداشته باشه و سرانجام بدی داشته باشه. پس دوستان عزیز و جوانان عزیز که در هر رشته و شغلی که هستند خوبه که فعال باشن و نشیط باشن و هیچ جا تنبلی و کسالت رو به وجود خود راه ندن. بسیار تشکر از شما. خب بیننده عزیز صحبت های بسیار خوبی بود راجع به تنبل و غفلت. اینها تنبل ها دیگه به پا خیزی نره. من هم به پا میخیزم خاطر از اینکه وقت آن از حرکت بکنیم، وقت تنبلی نیست، اما شوخی کردم همه تلاش میکنین خصوصا شما که بیننده برنامه هستین تنبلی نکنین، کارهای خود انجام بدین، شک نیست. من خودم شخصا برای من میگن تو بسیار عجله میکنی. خب عجله هم نباید زیاد در کار باشه، اما به هر حال و دوست هم ندارم که تنبلی کنم و از تنبلی هم خوشم نمیاد. به هر حال هر کدوم ما تلاش بکنیم ان شاء الله که کارهای خود رو درست انجام بدیم، مخصوصا در بعد عبادت تلاش بکنیم که نشه خدای نواسته اون آیه که راجع به منافقین هست باز استاق و عیب ما در قسمت تنبلی به وجود بیاره. نه ان شاء الله. این بود بخشی که با جناب آقای امینی داشتیم راجع به تنبلی بود. وقفه میگیریم. آقای حلیمی آماده هست وقفه برای خلاقیت ها هست. اشاره میکنه آقای حلیمی که بخش خلاقیت ها آماده هست. بخش میبینیم و برمیگردیم با ادامه برنامه. شما خواهیم بود.